سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خیلی خوش اومدین. عرض ادب دارم خدمت شما. امروز جمعه 20 بهمن ماه 9 فوریه است. یه جلسه دیگه، یه گفتگوی دیگه در خدمت شما هستیم. خیلی خوشحالم از اینکه لایوهای ما مورد توجهتون واقع شده و در طول هفته هم تشریف میاد میبینید همین جا. دوستانی که بعدا به صورت ضبط شده ما رو دنبال میکنم هم تشکر میکنم و از شما میخوام که انتقادات و پیشنهادات خودتون رو برای ما ارسال بفرمایید. اگر که دوست دارید برنامه به صورت خاصی باشه، چیزی اضافه بشه یا کم بشه، بفرست. سینه مال و مال درد است ای دریغا مرهمی، دل ز تنهایی به جان آمد خدا را همدمی. چشم آسایش چه دارد از سپهر تیز رو، ساقیا جامی به من ده تا بیاسایم دمی. زیرکی را گفتم این احوال بین، خندید و گفت صعب روزی بل عجب کاری پریشان عالم. به نام خدا، با عرض سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان و عزیزان، خوش آمد میگم خدمتتون. خیلی ممنونم از اینکه یک بار دیگه، یک هفته دیگه لطف و توجه نشون دادید به ما و به هر حال ما رو دنبال میکنید و در واقع این فرصت رو به ما میدید که در این مقطع بسیار کوتاه در خدمتتون باشم. خب من اگر لازمه یک آیلا جان، اگر لازمه من یک مقدمه بگم خدمت دوستان یا شما شروع میکنید؟ همونطور که میدونید دوستان، اگر ما رو دنبال کرده باشید، البته ما هر گفتگو یه سری دوستان عزیزی داریم که به جمع ما اضافه میشن، به اونا هم خوش آمد میگم. نیاز هست که طبق لایوهای قدیمی، البته قسمت قبلی آدم تکرار بکنم که این عرفان بنیان گذاشت استاد طاهریه و مدیریت مجموعه. ایشون باید سر جای خودش باشه، ما نمیخوایم جای ایشون رو بگیریم و خودشون باید مجموعه رو مدیریت کنن. کسی نمیخواد جای ایشون رو بگیره. همچنان مربیان و همراهان خواهان پاسخگویی سوالات این دوستان هستن. چند هفته گذشته در دو قسمت اخیر ما در مورد محور وجودی و من حقیقی، من شناسی، تطهیر وجودی و شور و ضد شور صحبت کردیم. اگر که شما قبلا دوره ها رو گذروندین، با این مباحث آشنایی دارید. اگر که جزء دوستانی هستید که تازه وارد این عرفان شدید، هم ابتدای ترم یک هستید، هم به زودی با این مباحث آشنایی پیدا میکنیم. ما جلسات قبلی وقتی که موضوع تشعشعات و محور وجودی رو گفتیم، به اینجا رسیدیم که در تطهیر وجودی به اینجا رسیدیم که نهایتا شبکه منفی و لشکرش در تشعشعات خودشون مدفون میشه. اینجا ما وارد موضوع مهمی میشیم تحت عنوان بهداشت ذهن و روان، که موضوع این هفتمون هست. و ما قبل از اینکه این بحث رو شروع کنیم، لازمه که اول یه تعریفی از ذهن و روان داشته باشیم. حالا من از کیوان میخوام که شروع کنیم. بفهم. بسیار خوب، بسیار خوب. همونطور که جلسات قبلی رو اگر دنبال کرده باشید با ما، میدونید که
ما مباحثی رو که دنبال کردیم، در واقع مباحثی رو که شروع کردیم، از موضوع من حقیقی شروع کردیم در واقع به گفتن، و گفتیم که من حقیقی اون بخش درون مایه در حقیقت اصلی ماست. یعنی اگر یک ترازوی رو شما در نظر بگیرید، یه طرف این ترازو من واقعیه که مجموعه است از تمام منهای ما، تمام منهایی که ما داریم، و خب بحث منشناسی خودش یک بحث مفصلیه، در سایمنتولوژی در دورهای دیگه بهش اشاره میشه. من وارد اون نمیخوام بشم، فقط اینو میخوام بگم که ما موضوع من حقیقی رو مورد مطالعه قرار دادیم، یعنی طرف دیگر این ترازو رو، یعنی یک طرف من واقعی، یک طرف من حقیقی. من حقیقی تصویر حقیقی و برایند حقیقی اون چیزی که من واقعی از خودش نشون میده، در واقع اون اصل و درون مایه و اون شیره من واقعی رو میگیره و ثبت میکنه. به عبارتی از داشته ها و از دیتای من واقعی برای خودش یک داشته هایی رو ذخیره میکنه و اون میشه من حقیقی. خب وقتی به بحث در واقع من حقیقی رو میشکافیم، اونجا ما به یه سری موارد برمیخوریم، مثلا مثل محور وجودی. یعنی تو مبحث من حقیقی ما یک محور وجودی داریم که در محور وجودی نشون میده که محوریت وجود ما روی چه اصلی استوار هست. محور وجودی ما یا میتونه مثبت باشه یا میتونه منفی باشه، که این خودش باز قابل بررسی و قابل مطالعه است. اما اون چه که ما در این چند جلسه گذشته بهشون پرداختیم، خب از جمله مبحث تطهیر محور وجودی بود. حالا هر کدوم اینا، دوستانی که ما رو دنبال کردن میدونن که هر کدوم اینا خودش یک مبحث مجزایی. در مبحث تطهیر محور وجودی ما به یک عبارتی برخوردیم، به یک تقریبا یک پاراگراف خیلی کوتاه برخوردیم، که در اون پاراگراف کوتاه این عبارت قابل توجه بود. مصطفی میکنم که در نهایت شبکه منفی، اصلا به طور کلی بشر در نهایت در تشعشعات منفی خودش ویران و نابود و مدفون خواهد. و این جمله جمله بسیار نقض و مهمیه، یعنی که در نهایت کسی با ما کاری نخواهد داشت. اونچه که ما رو نابود خواهد کرد تشعشعات وجودی خودمون هست، این که در فاز مثبت هستیم در فاز منفی هستیم، این که محور وجودی ما چی هست، این ما رو در نهایت یا به سمت غایت و تعالی رهسپار خواهد کرد، یا اینکه ما رو در خودمون مدفون میکنه. بعد یه داستانی هم تعریف کردیم، مثلا تو مثالای مختلف زدیم، جریان اون خروسی که خفه میکنن تو روستاهای شمال، تعریف کردم براتون تو جلسه قبل هست که چطور در واقع و چطور از این موضوع به نوعی استفاده میکنه. اما ضمن اون چیزی که در واقع باعث شد که ما به اینجا برسیم، یعنی بحث بهداشت روان رو شروع کنیم، همین موضوع. مهم نیست. پس اون چه که باعث شد ما به موضوع بهداشت روان و ذهن بپردازیم همین مسئله است. اینکه اطلاع از این موضوع که ما نهایتاً در قبال اون چیزی که به عنوان تشعشع وجودی از خودمون ایجاد میکنیم و منعکس میکنیم در هستی، مورد قضاوت قرار میگیریم و در واقع اون چیزی که آینده ما رو مشخص میکنه، اینکه ما به سمت کمال و تعالی در نهایت رهسپار خواهیم شد، یا اینکه
در خود فرو خواهیم غلطید رو تششعات وجودی خودمون مشخص میکنه. خب همین نکته و همین موضوع، توجه به این موضوع باعث شد که ما به این فکر بیفتیم که دنبال موضوعات مختلف میگشتیم که از کجا شروع کنیم و برای این جلسه به چه موضوعی بپردازیم. جایلا گفت بهداشت روان و ذهن بهترین نقطه و بهترین در واقع درس میتونه باشه از این آموزه ها، برای اینکه ما اول ببینیم ذهن چیه، روان چیه و چطور اصلا چیزی تحت عنوان بهداشت ذهن و روان میتونه وجود داشته باشه و چقدر میتونه این موضوع مؤثر باشه. خب پس تو قدم اول بایستی ما ذهن و روان رو بشناسیم و ببینیم که هر کدوم اینها چه کاری انجام میدن. با اینکه شما وقتی ساختار روان و ذهن رو بررسی میکنید، در خواهید یافت که بخش اعظمی از موضوع محور وجودی و اون ماجرای تطهیر محور وجودی روی چهارچوب همون اصول اسخای میکنم خب همون اصول ابتدایی و همون اصول مبانی و بنیادی هستش که در دوره یک هممون یاد گرفتیم و آموختیم که حالا شروع خواهیم کرد. و من حال میخوام کالبد ذهن رو شروع کنم، براتون یک توضیح بدم در به این صورت که ما برای ذهن سه تا وظیفه اصلی رو برمیشماریم: مدیریت سلول و بدن، یک وظیفه هست که حالا در موردش توضیح خواهیم داد، چیدمان اطلاعات یا فکرسازی که خب وظیفه در واقع دیگر ذهن هست، و مدیریت اطلاعات. حالا به صورت مختصر و مفید میتونیم راجع به این بخش ها و راجع به این قسمت ها صحبت کنیم. در رابطه با مدیریت سلول و بدن، خب اینطوری شما در نظر بگیرید که ذهن بیشمار، حالا بیشمار که نمیشه گفت، به اندازه 100 تریلیون سلول، 100 تریلیون انشعاب نامرئی به هر سلول داره و وظیفه هر سلول رو بهش یادآوری میکنه و گوشزد میکنه، که در واقع این به نوعی توزیع شعور سلولی هست. به این صورت که اگر ما در مواجهه با وقایع و حوادث بیرونی قرار بگیریم، این وقایع و حوادث از یک چارچوبی که چارچوب سنجش و ارزیابی ما هست که چون در واقع بهش میگیم چارچوب بینش ها، عبور میکنه و ذهن اثر ادراکی رو روی اون ماجرا ایجاد میکنه، بعد میره به دست روان میرسه، روان اثر احساسیش رو روش ایجاد میکنه و در واقع میره به مغز میرسه و مغز اون رو ترجمه میکنه، مغز از طریق گیرنده های در واقع گیرنده هایی که در قشر مغز در واقع وجود داره، آنتن هایی که روی قشر مغز وجود داره، اون اطلاعات رو از روان دریافت میکنه نتیجه رو و ترجمه میکنه به زبان جسم. مثلا اگر همینجا یه صدایی بیاد، یه صدای انفجاری بیاد، اگر ما مثلا اینجا 10 نفر آدم باشیم، 10 تا واکنش مختلف میتونیم ببینیم، 10 واکنش مختلف از 10 نفر. این واکنش های مختلف رو اون سنجش و ارزیابی یا چارچوب بینش روی ذهن، روی موضوع در واقع ایجاد میکنه. بعد از اینکه سنجش و ارزیابیش رو انجام داد، این سیرکولاسیون رو در واقع طی میکنه تا به ترجمه اون ترجمه به زبان جسم میرسه. حالا اگر قرار باشه فرض بفرمایید که مثلا یه شخصی در مقابل شنیدن صدای اون انفجار ممکنه یه پلک بزنه، یه نفر ممکنه
قش کنه، یه نفر ممکنه جیغ بکشه، یکی ممکنه بلند شه و سریع از در فرار کنه به سمت بیرون. این اینها رو ذهن در واقع وقتی که از چارچوب بینش نتیجه رو دریافت میکنه، اون اتفاق و اون چیزی که بایستی دیده بشه و نمود عینی پیدا کنه به واسطه جسم، اون رو میاد و مغز ترجمه میکنه به زبان جسم. مثلا ضربان قلب انقدر بایستی افزایش پیدا کنه، یا اینکه فرض بفرمایید مرد و مکا باید میوز بشه، یا آدرنالین باید ترشح بشه، یا موارد مختلف دیگه. خب این میشه مدیریت سلول و بدن. در مدیریت سلول و بدن من یه نکته رو اضافه کنم. در هیپنوتیزم شما شاید اینو شنیده باشید که یک سکه داغی رو یا یک تکه زغالی رو، زغال گداخته ای رو میذارن کف دست شخصی که هیپنوتیزم شده و بهش میگن این قالب یخه. اون وقت نتیجه که میبینن، نتیجه ای که اونجا رو کف دست فرد مشاهده میشه، در واقع آثار سرماست نه آثار گرما. یعنی سکه داغ و گداخته رو گذاشتن، یا مثلا زغال داغ و گداخته رو گذاشتن، و در صورتی که بایستی اون دست تاول بزنه، ولی بهش تلقین میکنن که این یه تیکه یخه، و نتیجه این میشه که اون چیزی که اونجا میبینید، شما در واقع اون شخص هیپنوتیزم شده رو میبینید، اینه که آثار سرما نمود پیدا میکنه. این به این معناست که سلولای کف دست شخص هیپنوتیزم شده فرمان رو از طریق سنسورهای خودشون، سنسورهای حسی و لامسه دریافت نمیکنن، بلکه از طریق یک عامل دیگه‌ای میگیرن که ما اینجا تحت عنوان ذهن اون رو میشناسیم. حالا مثالهای زیادی در این رابطه میشه زد. این در رابطه با مدیریت سلول و بدن. یک نقش دیگه‌ای داره ذهن و اون چیدمان اطلاعات هست. چیدمان اطلاعات به این معنیست که میاد اطلاعات بریده رو برمیداره و فرض بفرمایید مثلا از یک جلسه آموزشی فرض کنید مطالبی رو که شخص بوده اونجا شرکت کرده دیده، میاد و اون مطالب رو مثلا فرض بفرمایید اونجا یک شعر خونده شده، یک مثالی زده شده، این اطلاعات بریده رو میاره کنار همدیگه قرار میده و با اونها یک مطلب جدیدی ایجاد میکنه که این میشه چیدمان اطلاعات. وظیفه دیگه ذهن این هست که مدیریت اطلاعات میکنه. حالا شکل مدیریت اطلاعات به این صورت هست که میاد و هر اطلاعاتی رو در واقع میاد و در جای خودش، مثلا فرض بفرمایید اگر یک فایلی هست، مثلا فایل اشعار، اون فایل رو میاد، اون شعرها رو میاد در یک جایی میگذاره، مثلا اگر مثالی باشه مثالها رو در یک جایی میذاره، فرض کنید اگر به عنوان مثال اطلاعات، فرض کنید در مورد اطلاعاتی که در مورد اتفاقات شغلیش هست، اونا رو میاد در یک فایلی میذاره و مواردی از این دست. تا اینجا ما بحث ذهن رو داریم. حالا باز همین قابل توضیح دادن و قابل بست و مسائل مختلف هست. من از آیلا میخوام که راجع به روان یه توضیحی بده تا ما به ادامه ماجرا بپردازیم. دوستان عزیزی که با دوره آشنایی ندارن یا دوره تشخیص دفاعی نگذرن یا برای اون قسمت از لایو اومدن، ممکنه الان به خودشون بگن که اینا چه ربطی داره، ولی برای توضیح دادن به مسئله بهداشت ذهن و روان و در نهایت مسئله آلودگی موجودات غیر ارگانیک نیاز هستش که اول در مورد کالبدها
صحبت بشه چون مستقیم بهش مربوط. این عکسی که میبینید عکس شماتیک دریچه فرضی و کالبدا رو به صورت فرضی کشیده، این کشیده شده اینجا. ما همونطور که ذهن یک کالبد مجزاست، ما روان رو هم به عنوان یک کالبد مجزا میشناسیم. همینطور که مشاهده میکنید قسمت کالبد، من اینو به عنوان موس استفاده میکنم، قسمت کالبد روانی مشخص شده، کالبد اختری و کالبد ذهنی. کالبد روانی یک دریچه فرضی داره، میخواستم این دریچه رو نشون بدم بهتون، همین که من دارم با موس میکشم روش. و همینطور که میبینید بخش مثبت بخش منفی داره، که در مورد این من میخواستم صحبت بکنم. کالبد روانی ما یه در فرضی داره که این در فرضی شامل یه بخش منفی و یه بخش مثبت میشه. در این در به صورت در کشویی نمیتونه همزمان هم روی قسمت مثبت رو بگیره هم روی قسمت منفی. لطفا توجه بکنید کالبد روانی و این دریچه جایی هستش که تشعشعات منفی و ویروس های غیر ارگانیک یا همه مسائلی که منفی هستن میتونن وارد بشن یا نشن، و همینطور مثبت ها. همینطور که میبینید نوشته جذب و دفع تشعشعات مثبت و منفی. این در کشویی وقتی که حالت بینابین نداره، وقتی که در روی قسمت مثبت رو میپوشونه، در قسمت منفی باز میشه. یعنی ما الان در فاز منفی هستیم، روی دریچه قسمت مثبت بسته و روی دریچه فرضی قسمت منفی بازه. وقتی این در بازه، ما تشعشعات منفی، ویروس های غیر ارگانیک، انواع بستگی، نفرین، چشم زخم، این در بازه دیگه. همیشه من تو کلاسم میگم هرچی که بده میتونه وارد بشه از این در. و بر وقتی که این در قسمت منفیش باز هست، یعنی چی؟ یعنی قسمت مثبت رو در پوشونده. و وقتی که قسمت مثبت رو در پوشونده شده باشه، من این عکس رو دیگه میخوام ببندم. وقتی که قسمت مثبت پوشیده هست، آگاهی و هر چی که چیز مثبت هست میاد میخوره به در بسته، در دیگه در جلوشو میگیره از اون طرف، در منفی بازه. و وقتی توی این حالت هستیم یعنی ما فاز منفی هستیم. حالا چه چیزایی باعث میشه ما بریم فاز منفی؟ مسائلی مثل غیبت، تهمت زدن، قضاوت کردن، اینا جزء کارهایی هستش که ما رو میبره به فاز منفی. دقت کنید ما وقتی که در حال مثلا غیبت یا تهمت هستیم یا در حال قضاوت دیگران هستیم، دریچه کالبد روانی قسمت منفیش بازه و شما در فاز منفی هستید. اینجوری نیست که بگیم من الان دارم میخندم پس من در فاز مثبت هستم. اینجوری نیستش که شما وقتی بد یک نفر رو میخوای، یه نفر رو میری بلاک ریپورت میکنی، جلوی صداش رو میگیری یا قضاوتش میکنی یا مسخرش میکنی یا بهش تهمت میزنی، بگی که من در فاز مثبت میرم این کار رو انجام میدم. ممکنه شما اون لحظه لبخند به لبت باشه یا در حال خنده باشی، ولی خود اون کاری که داری انجام میدی باعث میشه شما بری در فاز منفی و اون دریچه فرضی بازه. اصلا هم به این ربطی نداره که شما اون لحظه دارین میخندین. ما نمیتونیم در وقتی فاز منفی هستیم با لبخند و یا حتی مثلا بگیم ما فاز در حال غیبت کردن داریم میرقصیم.
شما وقتی دارین غیبت میکنین در قسم در فاز منفی هستین، ویروس های غیر ارگانیک میان تو اگر که مسئله بهداشت روان رو رعایت بود روانی مدیریت احساسات ما رو به عهده داره و تشعشعات مثبت و منفی رو ما از طریق کالبد روان میدیم و میگیریم، همونطور که توی اون عکس بهتون نشون دادم. در اصل این بخش مثبت و منفی ماست که باعث میشه ما بریم در فرضی که ما فاز مثبت منفی بشیم یا مثبت. یک توی عکس یه قسمت دیگه هم دیدید که به اسم اشتیاق هست و موضوع ضریب طول عمر که ما در مورد اینم قسمت های دیگه صحبت میکنیم. مسئله بهداشت روان و ویروس غیر ارگانیک مسئله هستش که نیاز داره که ما از یک جای شروع کنیم و جلسات بعد کامل ترش بکنیم. فقط موضوع ضریب طول عمر رو شما در نظر بگیرید که وقتی که ما در بیشتر در فاز منفی باشیم تاثیر میذاره، درسته؟ بله. و وقتی که در فاز مثبت هم باشیم همینطور. یعنی ما وقتی که در هر چقدر بیشتر در فاز مثبت باشیم ضریب طول عمرمون افزایش پیدا میکنه. و این ضریب طول عمر رو شما میدونید که با طول عمر متفاوته، یعنی ما یک ضریب طول عمر داریم یک طول عمر و این دوتا با هم دیگه فرق میکنن. پس هر چقدر ما بیشتر در فاز مثبت باشیم، همطور که آیلا توضیح داد، هر چقدر بیشتر در فاز مثبت باشیم ضریب طول عمرمون بلندتره و بیشتر، هر چقدر بیشتر در فاز در واقع هر چقدر در فاز منفی باشیم ضریب طول عمرمون کوتاه‌تر هست. اون که توی تصویر دید به صورت یک ابرو موربه، اون ضریب طول عمر هست. گفتم موقعی که ما در فاز مثبت هستیم در روی قسمت منفی رو بیارم عکس رو براتون، همینطور که میبینید وقتی که در فاز مثبت ما باشیم میبینید این دره میاد روی قسمت منفی رو میگیره و آگاهی، تشعشعات مثبت، طلب خیر، همه چیزای مثبت میاد و منفی ها میاد میخوره به در، برگشت میخوره. دلیل این که در عرفان حلقه، اینا رو هم رو یه بار گفتم یه بار دیگه بگم، دلیل این که در عرفان حلقه اینقدر اشاره شده به این که ما در فاز مثبت باشیم به خاطر مسئله اهمیت این موضوع که در هر دوره ما با حلقه هایی که به ما میدن و با درس هایی که میگیریم اصلاح بینشی که انجام میشه باعث میشه که ما بیشتر بتونیم در فاز مثبت باشیم. همین که ببینین دوستان، همین که ما بدونیم در طول روز که در زندگی عادیمون بدونیم که این یه در فرضیه و وقت موقعی که ما رفتیم فاز منفی این در بازه، همین دونستن همین باعث میشه که در طول روز وقتی یادمون میاد بریم فاز مثبت و برای هر چیزی نریم فاز منفی. و گفتم مثلا در دوره سه که ما قوانین رو میخونیم، قوانین هستی رو میخونیم، موقعی که با قوانین هستی آشنا میشیم این باعث میشه که ما دیگه بینشمون اصلاح بشه و برای هر چیزی فاز منفی نریم. در مورد اوج و حضیض میخونیم، قانون فواره میخونیم، اونجا میفهمیم که هر فرودی صعود داره، زندگی بالا پایین داره، میفهمیم که بعد هر سختی آسونی و بعد هر آسونی سختی. این باعث میشه هم تضادهای ما رفت بشه با خدا، با هستی که چرا من چرا من، و همین که چون میدونیم که این یه قانونه و این باعث میشه که وقتی ما اینو میدونیم دیگه در موقع سختی فاز منفی نریم. و همینطور حلقه ها که تسهیلات الهی هستن به ما کمک میکنن که ما بیشتر بتونیم در فاز مثبت باشیم. حالا ما یک قانونی به اسم قانون صلیب داریم
من در مورد کانال هم میخواستم صحبت بکنم. اما اول در مورد قانون صلیب صحبت بکنم. این قانون صلیب همینطور که میبینید وسطش یک حالت صلیب مانند یا به اضافه هست، تصویر هست، و به خاطر این حالت وسط که صلیب هستش ما میگیم به این قانون صلیب. شبکه مثبت، هوشمندی مثبت، جنود الله، لشکریان خدا، جلسه های هفته قبلم در موردش حرف زدیم، آرایش، آرامش، امنیت، مطالبی که میبینین اینجا نوشته شده. شبکه منفی، جنود شیطان، لشکریان شیطان، استراب، استرس، عجله، ترس و واهمه، ناامیدی و یأس، ایجاد کسرت و تفرقه، شرک، هتک حرمت و ناسپاسی و تمام چیزایی که در موردش تا الان صحبت کردم. پس اینو گفتیم که ما نمیتونیم در حالتی که داریم ایجاد کسرت میکنیم یا هتک حرمت میکنیم، داریم میریم به سمت کوبیدن بقیه، بگیم ما جزو لشکریان خدا هستیم. چون میبینید دوستان اینا مکانیزم داره، همه اونایی که دوره رو گذروندن یا مربیای عزیز که خوش آمد میگم بهشون، اینها میدونن که به این شکله. و همونطور که گفتم شما نمیتونید در فاز وقتی با حالت خنده هستید یا اللحاظه قیافه در حال خنده هستید و دارید این کارا رو انجام بدید، بگید که من در فاز مثبت میرم، پدر طرف رو در میارم و میام. صحبت کوچیک در مورد کانال تلگرامم دارم حالا که باز کردم. بفرم گفتم باز کردم بگم، حالا شما بگید. چون باز کردم در مورد کانال تلگراممو میخواستم صحبت بکنم، در مورد همه کانالامون میخواستم صحبت بکنم. کانال تلگرام ما هست، شما اینجا که میایید قسمت جستجو هر کلمه ای رو که بخواید وارد بکنید، رفرنس های مربوط به اون رو میاره. ببینین الان من زدم صلیب، رفرنس صوتی آورد دلهوره فاز منفیه، نوشته حتی برای درمان افرادم ما نباید دچار استراب و دلهوره بشیم، و موضوع اینو مطرح کرده که اتفاقا همین جلسه سه ترم یک راجع به این صحبت کردیم که اینکه درمان بشن بقیه یا نه، نباید وارد ما وارد فاز منفی بشیم، باعث بشه که ما وارد فاز منفی بشیم. دوباره اینجا در مورد جنگ‌های تشعشعاتی توضیح دادیم و در قانون صلیب فاز مثبت و منفی، و اینکه انقدر اصرار داریم که نباید به فاز منفی بریم. این بالای کانال یه پستی همیشه پین هست، شما میزنید روش براتون میاد. اینجا ما کانال هامونو گذاشتیم، لینک خود این کانال هست، ربات آرشیو عرفان حلقه که صوتی تصویری ها توشه، تقریبا 8-9 ساعت پیش باز کردیم، بزنین میره توش. کانال سایمنتولوژی، رفرنس های سایمنتولوژی، اینا 5-6 سال پیش باز کردیم. کانال خیلی مهم فیض روح القدس در مورد اصول و اساسنامه است. کانال گزارش درمان، کانال انگلیسی، کانال مستری که از مربیای عزیزمون درخواست میکنم وارد بشن. کانال مستریمون رو اگر یادتون باشه بسته شده بود که اینو باز کردیم. کانال معرفی و آشنایی برای دادن به کسایی که میخوان با عرفان حلقه آشنا بشن، و کانال تشعشع دفاعی برای کسایی که دوره تشعشع دفاعی رو گذروندن. لازمه که تکرار بکنم، از نظر ما دوره گذروندن کسانی هستن که با مربی گذروندن، کسایی که توی کلاس بی کلاسی شرکت کردن، نه تدریس بهشون شده نه ساعت دادن، ارتباطا رو نشستن که نه مربی بودن، اونا از لحاظ ما دوره گذرونده محسوب نمیشن و این کانال هم براشون مناسب نیست. شما بفرمایید تا بعدا من.
بسیار عالی، خیلی ممنونم، متشکرم، دستون درد نکنه. خب خب عرضم به خدمتون که راجب کالبد روان حالا خیلی بسیط و کامل توضیح مبسوط و کاملی داد، اما من هنوز یه خورده از بابت اون تعریفی که از کالبد ذهن کردم همچین خیلی راضی نیستم، و اینو میذارم در واقع به این خاطر که شما خودتون کالبد ذهنی رو میشناسید و حالا برای اینکه ادامه مباحث رو بگم لازمه که بله دقیقا ذهن، وقتی صحبت از ذهن میشه ما به مجموعه ای از نرم افزارها داریم اشاره میکنیم، یعنی مجموعه ای از نرم افزارها. البته ذهن دو بخش داره، یعنی ما ذهنمون در وقت میگیم ذهن، ذهن دو بخش، یک ذهن نهادی داریم یک ذهن ادراکی. ذهن نهادی در رابطه با تأمین نیازهای مربوط به بقا و حفظ بقای ما در واقع اطلاعات رو جمع میکنه و اونها رو با هم دیگه هندل میکنه، این میشه ذهن نهادی. مثلا یه مورچه، شما میدونید که یه مورچه میدونه که لونه خودش رو چطوری باید بسازه، یا مثلا یک نوزاد لاک پشت به محض اینکه به دنیا میاد حرکت میکنه به سمت هر جا که باشه، به سمت دریا، به سمت آب و اقیانوس شروع میکنه به حرکت کردن. این در واقع ذهن نهادی. اما یک ذهن ادراکی داریم که مختص انسانه. وقتی میگیم ذهن، کالبد ذهنی، ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم، یعنی منظور ما ذهن ادراکی است. همونطور که توضیح دادم ذهن ادراکی یا هم کالبد ذهنی رو وظایف مختلفی داره که توضیح دادم، مدیریت سلول بدن، چیدمان اطلاعات و مدیریت اطلاعات. اما اگر بیشتر بخوایم به مقوله ذهن بپردازیم و نزدیکتر بشیم بهش، میشه گفت ذهن همون چیزیه که در بین عوام به عنوان روح در واقع ممکن ما شنیده باشیم. یعنی اگر شما احضار روح کرده باشی، یا اینکه به فرض فهمید این، یا این تجربه رو شنیده باشید یا خودتون تجربه کرده باشید، همون چیزی که از ما بعد از مرگ به جا میمونه. بعد از مرگ، بعد از اینکه ما کالبد فیزیکیمون رو ترک کردیم، حدود دیگه نهایتاً 48 ساعت بعد روان و کالبد اختری و کالبدهای دیگر ما، بخشای دیگه ما متوقف میشن، از بین میرن، و کالبد فیزیکی هم که خب از بین میره، و راننده این مرکب یا راننده این سیستم یا کاربر این سیستم از این سیستم کنار میکشه یا از این اتومبیل پیاده میشه. یا به عبارت اگر ما بخوایم بگیم جوری در نظر بگیم که بدن ما، بدنمون رو به مثابه کالبد فیزیکیمون رو به مثابه در واقع یک اتومبیل در نظر بگیریم، این اتومبیل یک راننده ای داره و خب اون راننده میشه ذهن، یا به یه شکل دیگه میشه در نظر گرفتین رو. اگر شما انسان رو به صورت یک مثلا یک ربات یا یک کامپیوتر در نظر بگیرید، هارد این کامپیوتر مغز ما هست. بسیار خوب، داشتیم وارد بحث شیرین ویروس های غیر ارگانیک و بهداشت روان می شدیم. منم خواستم کلی حرف بزنم ولی الان یادم رفت. طلب خیر بکنه لطفاً، منم برای حاضر میدارم. آها، میخواستم خوش آمد بگم به همه مربیای عزیز، خیلی خوش اومدید. بدون دلیل اینکه
دیگه تو این جلسات صحبت در مورد شما نشد این بود که بیشتر سعی کردیم در مورد آموزه ها بگیم. بابت همه حمایتاتون ممنونم. لایوامون خیلی خوب دیده میشه. مرسی ما رسیدیم به 4000 ساعت توی همین دو سه ماه گذشته. بابت حمایت همه مربیان عزیز و دوستان اساتید عزیزی که باشون ما لایو شروع کردیم، لایو گذاشتن ها، استاد ولیپور، استاد مهنامی، استاد جعفری، ازشون ممنونم و تک تک مربیان عزیز که پشت صحنه با ما همکاری میکنن. خیلی برای ما بودنتون با ارزش. مرسی. ضمن حال که من مایک رو گرفتم اینم بگم که ما کلاس ترم یک جدید داریم، به امید خدا شروع میکنیم، این سه شنبه شروع میشه. لطفا به کسایی که اشتیاق دارن دوست دارن اطلاع رسانی کنید. و مستری تفویض لایه های حلقه های مستری به صورت رایگان ادامه داره. لطفا هم کم شاگرداتون که ترم 8 رسیدن معرفی کنید تا حلقه ها رو به صورت رایگان بگیرم و برن درس بدن. حالا سر فرصت صحبت میکنم که ما باید تا جایی که میتونیم شاگرد پرورش بدیم برای تدریس. هر کدوممون کمی کم یه دونه مثل خودمون باید داشته باشیم برای تدریس که این راه رو ادامه بدن. من فعلا مایک میدم به کیوان وارد مبحث. خیلی ممنونم. خیلی ممنونم. مدت غیر ارگانیک بشه بعد دوباره مایک رو هم میگیرم. خیلی ممنونم. خب در مورد ذهن میگفتم که اگر بگیم مثلا انسان یک کامپیوتره، حالا این هارد کامپیوتر مغزه، یعنی مغز این هارد این کامپیوتر مغز ماست اینجوری در نظر بگیریم، سوالی که پیش میاد این که یوزر این کامپیوتر کجاست و کاربر کیه، چی داره با این کامپیوتر کار میکنه. کالبد ذهنی همون کاربره، همون چیزی که بعد از مرگ از ما به جا میمونه، یعنی بعد از مرگ از ما یک توده ذهنی به جا میمونه. ما یک در واقع ما حافظه های مختلفی داریم، یک حافظه فیزیکی داریم، حافظه فیزیکی ما که همراه مغز هست، یعنی در واقع در مغز ذخیره میشه و این حافظه بعد از مرگ از بین میره، میپوسته از بین میره. یک حافظه، آرشیو حافظه و اطلاعات ابدی داریم که در ذهن همراه ما باقی میمونه الی ابد و هیچ وقت هم این در واقع الی ابد هستش و از بین رفتنی نیستش. خب این بخش هم اضافه کنید که بهش میگیم آرشیو، آرشیو حافظه، این بخش هم اضافه کنید به اون بخشای مختلفه، یعنی بخشایی که اسم بردم، اون بحث چیدمان و مدیریت سلول بدن و در واقع بخشای دیگه که گفتیم. پس وقتی صحبت از ذهن میشه ما با یک سیستم بسیار پیشرفته در یعنی در واقع داریم راجع به سیستم بسیار پیشرفته حرف میزنیم که تماما نرم افزاری هست، یک سیستم تماما نرم افزاری و متشکل از بخشای مختلف. به زبان ساده تر همون چیزی که از ما بعد از مرگ به جا میمونه. حالا میخوایم یک قدم بریم جلوتر، وقتی صحبت از بهداشت روان و ذهن میشه، حالا من بحث ذهن رو میخوام بگم، در بحث ذهن ما از زوایای مختلفی درگیر آلودگی های متعدد هستیم، جور و جور آلودگی های جور و جوری. در واقع ما میتونیم میتونه در واقع برای ما اتفاق بیفته. خب این آلودگی های مختلف ممکنه ذهن شما سریع بره سر وقت مثلا ویروس های غیر ارگانیک، ولی ویروس های غیر ارگانیک و موجودات غیر ارگانیک یک نوع از آلودگی هایی هست که ذهن ما میتونه دچار اون بشه. یعنی ما آلودگی های دیگری هم داریم، آلودگی های دیگری هم داریم که میتونیم به اونها مبتلا بشیم که ربطی هم به ویروس های غیر ارگانیک نداره و اون در حقیقت آلودگی های نرم افزاری هست.
که میتونه به شکل‌های مختلف ایجاد بشه برای خوده. پس وقتی صحبت از بهداشت ذهن و روان میشه، ما با یه گستره عظیمی از آلودگی‌ها طرف هستیم که من میخوام حالا الان در مورد بحث موجودات غیر ارگانیک، چون تایتل زدیم در مورد بحث ویروس های غیر ارگانیک صحبت کنیم و ببینیم ویروس های غیر ارگانیک چطور میتونن ذهن ما رو آلوده کنن. اول اینکه اصلا ما منظورمون از ویروس های غیر ارگانیک چی هست، اصلا موجودات غیر ارگانیک چی هستن. در جهان هستی، فکر میکنم این اولین باری که در اینجوری، البته خب فایل های آیه استاد طاهری هم هستش، ولی فکر میکنم تا به حال در این سطح و اینطوری ما توضیحی نگرفته باشیم و موجود نباشه. آره بله 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 بله، دوستان دیگه هستن، مربیان دیگه، اساتید دیگه هستن، آیه استاد ولیپور هستن که کلاس های تشو دفاعی گذاشتن، ولی به هر حال ما میخواییم به یک شکل دیگه این رو، چون از منظر بهداشت ذهن و روان این موضوع رو میخواییم باز کنیم، یک بار دیگه این رو عنوان کنیم که اصلا موجودات غیر ارگانیک چی هستن. در جهان هستی میدونیم که مطابق با هر موجودی بر اساس یک شرح وظیفه‌ای وجود داره، در اکوسیستم زندگی میکنه و اما ما در این گستره عظیم با یک گروهی از موجودات سر و کار داریم، یا به نوعی اونا با ما سر و کار دارن، که تحت عنوان موجودات غیر ارگانیک میشناسیم. حال چرا میگیم غیر ارگانیک؟ برای اینکه اونها اندامهای ارگانیک و اندامهای زیستی به این شکل که یعنی از اتم و مولکول و سلول به این شکل، به شکل عالی باشن نیستن. برای همین اسمی که اصطلاحی که براشون نظر گرفته شده موجودات غیر ارگانیک هست. موجودات غیر ارگانیک به دو گروه کلی تقسیم بندی میشن، نوع A و نوع B. نوع A رو که خب همیشه در سیستم های مختلف و مکاتب مختلف صحبت ازش بوده، به شکلهای مختلفش اشاره شده، همون چیزی هست که ما تحت عنوان جن ممکنه شنیده باشیم اسمش رو، اما یک اسم آکادمیک براش گذاشتیم، نوع A. اون زمانی که ما این دوره ها میگذاردیم بهش میگفتیم نوع دوم، موجودات نوع دوم. حالا اینا تغییر کرد، ترمینولوژی تغییر کرد، یه جاهایش عوض شد و تو کتاب اینطوری نوشته که نوع A و نوع B، ولی اون چیزی که من یادمه از اون زمان، همونطور که در مورد این بحث چیدمان اطلاع و دوتا وظیفه کالبد ذهنی، اون چیزی که در کتاب نوشته شده و اون چیزی که من خاطرم هست از اون سالها کاملا معکوس این هست. حالا به هر ترتیب کاری ندارم. پس موجودات غیر ارگانیک دو دسته هستن، دو گروه هستن، نوع A و نوع B. نوع A همون اجنه هستن یا همون در واقع جن ها هستن که هفت گروه مختلف میشن. اینا رو ما اگر بخوایم، ما میتونیم در واقع به شکل‌های مختلف اینطوری بذارید بگم که به شکل‌های مختلف بشر وارد این قضیه شده و رفته افتاده تو دام خرافه و مسائل مختلف. ما میخوایم از نقطه نظر آکادمیک به موضوع نگاه کنیم. باید بدونیم که اونا دستبندی خودشون دارن و وظایف مختص به خودشون رو دارن، یعنی شرح وظیفه مربوط به خودشون رو دارن. مثلا یک گروه از اونا پاسداران هستی هستن، نگهبانان هستی هستن، و اگر که کسی، انسانی در واقع هستی رو مورد تهاجم قرار بده و مورد تخاصم قرار بده، او رو به یک نوعی حالا مطابق با اون شرح وظیفه که مشخص شده
تنبیه میکنه، حالا ایجاد آلودگی میکنه و آلودگی میشه همون تنبیه به نوعی. این نوع A هست. دسته دوم کالبوت های ذهنی افراد فوت شده هستن، که یعنی به عبارتی همون چیزی که بعد از مرگ از خود ما باقی مونه. افرادی که فوت میکنن کالبد ذهنیشون در همین جهان فیزیکی به زندگی خودش ادامه میده تا جایی که به یک سطحی از کمال و تعالی برسه، و این کمال و تعالی در واقع او رو به سمت حرکت در مسیر الیه راجعون سوق بده. دنبال این جمله بندیش میگشتم. پس ما از نقطه نظر ذهن میتونیم تحت حمله ویروس های غیر ارگانیک و تحت آلودگی، مورد آلودگی ابتلای ویروس های غیر ارگانیک قرار بگیریم. حالا موضوعش خیلی مفصله و در یک دوره تشعشع دفاعی میشه مفصل راجع به این موضوع حرف بزنیم. حلقه های خودش رو داره، حلقه های تخصصی داره و حلقه های پاکسازی مربوط به مکان رو داره در دوره تشعشع دفاعی. تو شما میتونید مثلا یک مکان رو از این موجودات پاکسازی کنید، حالا مکان عمومی باشه، خصوصی باشه، اینا موارد خودش رو داره. افرادی که با این ویروس ها درگیر هستن رو میتونید با حلقه های مربوطه مورد درمان قرار بدید. ممکن این سوال براتون پیش بیاد که موجودات غیر ارگانیک، آلودگی به موجودات غیر ارگانیک چه نوع بیماری هایی رو در افراد ایجاد میکنه؟ حدود یک قرن پیش یا گیزاری کمتر یا بیشتر وقتی کوخ و پاستور اومدن نظریه میکروارگانیسم ها رو دادن، با خنده و تمسخر روبرو شدن. یعنی همه گفتن که همچین چیزی وجود نداره، چون اون زمان دورانی بود که هنوز ابزار اندازه‌گیری و ابزار رصد، بررسی، آزمایش میکروارگانیسم‌ها در سطح الان پیشرفت نکرده بود. ولی اونها متوجه شده بودن که یک گروهی از میکروارگانیسم‌ها وجود دارن که قابل دیدن نیستن، حداقل در اون زمان، که اونها باعث بروز بیماری‌هایی میشن. اون چیزی که ما در عرفان حلقه تحت عنوان ویروس های غیر ارگانیک میشناسیم هم در یک همچین مرحله ای از معرفی به سر میبرن. یعنی در حال حاضر دنیای علم قائل و قابل ردگیری اینها نیست، نمیتونه اینها رو ردگیری کنه و نمیتونه اثری از اونها در واقع ثبت کنه. البته خب به شکل‌های مختلف با دوربین‌های مختلف یک تصاویر ایجاد شده، یک آثاری از اینها ثبت شده، اما اینکه بتونه، حتی من یک فیلمی چند وقت پیش می‌دیدم که یک میکروفونی ساختن برای اینکه بتونن یه گفتگویی مثلا با کالبدهای ذهنی افراد فوت شده بتونن مکالمه داشته باشن. خب پس بشر داره سعی میکنه که یه رابطه ای با اون ور پیدا کنه، اما اون چیزی که اهمیت داره و اون چیزی که مهمه اینه که ما تونستیم نقطه اثر اینها رو زمانی که تسخیر ایجاد میکنن، زمانی که ایجاد آلودگی میکنن مورد شناسایی قرار بدیم
و ببینیم کدوم یک از مشکلات روانی و ذهنی مربوط میشه به ویروس های غیر ارگانیک. یا اینجا میتونیم ما چند تاشون نام ببریم، مثلا اسکیزوفرنی، مثلا پارانویا، پنیک، وسواس، چند شخصیتی، دو قطبی. خب اینا بیماری هایی هستند که اگرچه در دنیای امروز روانشناسی تحت عنوان بیماری های روانی ازشون یاد میشه، اما ما اونها رو تحت عنوان مشکلات ذهنی میشناسیم. مشکلات ذهنی. حالا چرا مشکلات ذهنی، چرا بیماری نه، این خودش قابل صحبته. مثلا فرض بفرمایید یک کسی که وسواس داره در طول روز ده ها بار ممکنه، مثلا 50 دفعه ممکنه دستشو بشوره و ما نمیتونیم به اون بگیم تو بیماری. چرا؟ برای اینکه اون برمیگرده میگه تو از نظر ما مثلا آدم اپلی هستی یا آدم مثلا کل و کثیفی هستی که مثلا روزی یه بار دستتو میشوری. خب یا اینکه فرض بفرمایید مواردی از این دست، مثلا اگر کسی که توهم میبینه، اگه ما بهش بگیم این توهمه و این چیزی که تو داری میبینی به واسطه بیماری روانی هستش که تو داری، یا بیماری ذهنی هست که، چون جلوتر متوجه شدی که اینا بیماری ذهنیه نه روانی، در واقع مشکلات ذهنی هست نه روانی، همطور که توضیح دادم، اون بلافاصله میگه خب من میتونم اینا رو ببینم، مشکل از تو، تو بیماری که نمیتونی ببینی، بنابراین ما نمیتونیم به اون بگیم بیمار. اسم اینها رو، اسم این گروه رو میذاریم مشکلات و از اونها تحت عنوان مشکلات ذهنی نام میبریم. خب اینا تعدادشون زیاده، یعنی یک لیست بلندی هست از این گروه از بیماری ها، بیماری های یا مشکلات ذهنی. بفهم دوستان، من اینا رو رفرنس هاشو، عکساش و عکس نوشته هاشو و نمودار هرچی که هست در طول هفته براتون توی کانال میذارم، چون ما عادت هم داریم با اونا درس بدیم، الان من نمیتونم هشیر اسکرین کنم، در طول هفته براتون رفرنس هاشو میذارم، میتونید که اونها رو داشته باشید و لایو رو دوباره ببینید. قسمتی که مربوط به کالبد ها و قانون صلیب و ایناست توی کانال گنجینه، بقیهش رو تو کانال تشعشع دفاعی میذارم. ضمناً لطف کنید که لایو رو لایک بکنید و دوستانی که ضبط شده رو میبینن بعدا کامنت هاشون رو برای ما بنویسن. خیلی ممنون. شما نمیخواید خب پس اینها یک گروه از بیماری های ذهنی هستن که اینها میتونن، در واقع ما اونها رو تحت عنوان مشکلات ذهنی میشناسیم، مثل هم مواردی که اسم بردم، اسکیزوفرنی و مثل چند شخصیتی، مثلا توی چند شخصیتی در هر لحظه یه شخصیت رو میاد. و شما اگه کتاب سیبل رو خونده باشی، که بعدا من فهمیدم این کتاب سیبل از روی، یعنی کسی که اون کتاب رو نوشته، نویسنده کتاب، خودش بیمار، خودش اون شخصیت اوله
این کتاب بوده که اگر درست خاطرم باشه 33 تا شخصیت مختلف هست که در هر وضعیتی یک کدوم از اون شخصیت ها میاد رو و هر کدوم از اون شخصیت ها برای خودش یک قیافه خاصی داره. یک البته موقعی که اون شخصیت میاد رو قیافه عوض نمیشه ولی خب فیگور عوض میشه. مثلا یه پیرزنه یک کدوم مثلا یه پسر جوونه، یک کدوم مثلا یه پسر بچه 7-8 ساله است، یکی مثلا یه دختر 16-17 ساله است و اینا هر کدومشون یک شخصیت مجزا هستند. در مورد بیماران چند شخصیتی اینطوریه که شخصیت‌های مختلف وجود دارن و هر کدوم از این شخصیت‌ها در هر برهه‌ای در هر وضعیتی به محض اینکه فرصت پیدا کنن میان رو و شروع کنن به یک اجرای یک نمایش. نه بابی ها رو هنوز گفتم. میخواید شما ادامه بدید یا من بگم؟ خب این از چند شخصیتی. در مورد دو قطبی، بیماران دو قطبی، خب دو قطبی غالبا از افسردگی شروع میشه تو مراحل پیشرفته. البته افسردگی یک بیماری روانی هست، یعنی کالبد روان رو درگیر میکنه. حالا بعدا راجع به روان وقتی بیشتر صحبت میکنیم میرسیم به اونجایی که بیماری روان تنی، یعنی از اون نقطه نظر هم ما بایستی به این موضوع توجه کنیم که وقتی میگیم بهداشت ذهن و روان یعنی تمام اون چیزی که میتونه روان و ذهن رو درگیر کنه، همشون. این میشه در حقیقت بیماری دو شخصیت دو قطبی از افسردگی شروع میشه، در مراحل بالاتر تبدیل میشه به دو قطبی. و دو قطبی اینجوریه که در هر در موقعیت های مختلف دو وضعیت های و داون هستش. یه جایی یعنی تو کسری از ثانیه یهو لو میشه و انرژی از بین میره، یعنی انرژی به طور کل لو انرژی میشه و دیگه فرد اصلا نمیتونه یک کلمه حرف بزنه، نه حوصله صحبت کردن داره، نه ارتباط برقرار میکنه، هیچ کاری انجام نمیده. و میبینید در ظرف چند ثانیه اون در واقع اون فاز، اون یکی فازش میاد بالا و های میشه، شروع کنه به کارهای مختلف انجام. این دوتا کاملا دوتا وضعیت کاملا متضاد هستن. بسیار خوب، بفرمایید. بیماری های پس ذهنی مثل توهم، چند شخصیتی، دو شخصیتی، مورد بعدی رفتارهای غیر عادیه مثل حرف زدن، جیغ زدن، راه رفتن توی خواب که در موردش بیشتر صحبت میکنیم. بیماری روانی مثل افسردگی، بیماری جسمی مثل آثار کبودی روی بدن، کبودی بیدلیل دوستان، کبودی که شخص به جایی نخورده، بدنش بیماری هم نداره، آزمایش خون و اینا رفته داده و کبود میشه بدنش. موقعی که ارتباطات هم شروع میکنن به نشستن، بعضی ها این گزارش رو داخل کلاس دارن که نشون میده داره روشون کار میشه. مورد بعدی ورم مقاوم. این ورم مقاوم هم باز ورمیه که بی دلیل هست. ما رفتیم دکتر براش و دکتر گفته دلیلی نداره، یعنی چیزی داخل بدن ما کم و زیاد نیست. یه بخش دیگه هم داره این مشکلات که مربوط به ذهنی و روانی به اسم سایه. اون قسمتی که شما فرمودید راجع به کبودی و اینا میتونه به صورت خراش یا به صورت مثلا زخم باشه، به صورت خراش باشه. بسیار خوب.
راجب این میشه، راجب این بخش میشه توضیح بدید دیگه. اگه به جلسات دیگه ما در موردش صحبت میکنیم که دوستان این رو دیده باشن، یه مقدار ذهنشون آماده شده باشه برای کسایی که نگذروندن دوره ما رو تا تازه شروع کردیم. یه بخش دیگه ما داریم به اسم سایر که بختکه که میدونید چیه، جا به جایی درد، یعنی شخص درد بدنش بی دلیل درد میکنه و درد توی بدن جا به جا میشه، یه دقیقه چشمشه، یه دقیقه نوک انگشت پاشه، یه دقیقه شونه پشتشه و روی نقاط بدن جا به جا میشه. همه اینا با اتصالات قابل حل رب هستن. نکته خیلی خیلی مهم و خبر خوب اینه که رفرنسش هم براتون میذارم، موقعی که ما فرادرمانی میشینیم از این لحاظ هم روی ما کار میشه. مربیان عزیز دیدن که شاگردا ترم یک گزارش های فرادرمانیشون خیلی هاش به این موضوع مربوطه، ولی خب خودشون متوجه نیستن، ولی علائم خروج رو دارن. برای همین وقتی میرسیم دوره دفاعی بعضی ها میترسن، میگن آی قرار چی بشه، بهشون میگن هیچ قرار اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، مثل همون فرادرمانی که نشستین، حالا یه مقدار فرق میکنه. پس کسانی که ترم یک هستن همون حلقه فرادرمانی رو باید بشینن، با استخر سطوحی کار میشه روشون، و برای بقیه هم با فرادرمانی ما بهتر شروع کنیم، روی افراد کار میشه، ممکنه با فرادرمانی مشکلشون رفته، اگر که رفت نشد بعد اجازه و ساعت و لول ها رو کار میکنیم. اینکه ما از ترم یک میایم نیاز نیستش که بریم راجع به ذهنمون درگیر این موضوع بشه، فقط در این حد برای آشنایی خوبه و پیگیری ارتباط فرادرمانی که یه حلقه ای هستش که روی همه چی کار میشه. در مورد کالبد ذهنی صحبت کردم، در مورد کالبد ذهنی یا روح میخوایم صحبت کنیم. نوع دیگر موجودات غیر ارگانیک هستن. ببینید موجودات غیر ارگانیک همون توضیحش رو دادیم که گفتیم به اون صورت اندام زیستی ندارن، گفتیم نوع A و B یا یکی یا دو هستن. کالبد ذهنی که عوام بهش میگن روح، ما از این به بعد اینجا دیگه از دایره المعارف خود عرفان استفاده میکنیم. وقتی من میگم کالبد ذهنی، شما بدونید که منظورم همون روحه، ولی روح در عرفان حلقه چند تا مبحث داره، روح هادی، روح الله و الافت. توی کلاس یکی از کلاس ها میپرسن از استاد در مورد روح، ایشون برمیگردن میگن که کدوم روح، روح هادی و الاخر. داریم مسئله در مورد مسئله کالبد ذهنی، ما پیترم یک برای همین کالبد روان و کالبد ذهن رو توضیح میدیم، برای اینکه جلوتر باشون کار داریم. برای کسایی هستش که کالبد موجودات غیر ارگانیک، تا وقتی که تسخیر نکردن افراد، بهشون میگیم موجودات غیر ارگانیک، بعد از اینکه تسخیر میکنن افراد رو که دلایلش رو هم میگیم، به دلیل تخلفات خودمون و فاز منفی رفتن خودمونه، برای همین اول اون کالبد رو کشیدیم و من انقدر روی قسمت اون در اصرار داشتم. یعنی ما اون در مادامی که بسته باشه اتفاق خاصی نمیفته. بعد از اینکه شخص فوت میشه، یک برزخ هست و بعدش زندگی بعدیه. کالبد ذهنی بعد از فوت شدن به دلایلی ممکنه نره زندگی بعدی و در همین مقطع بمونه که بهش میگن برزخ. ممکنه هزاران سال توی این مقطع کالبد ذهنی بمونه. دلیلش چیه؟ دلیلش وابستگیه، یا وابستگی یکی زن و بچه شه، وابستگی یکی پوله، وابستگی یکی
مواد مخدر، وابستگی، یکی مالش، خونه و زن و بچه، که باعث میشه این وابستگی این که افراد نتونن مسیر الهی راجع اون رو برن. یکی از مباحثی که توی بهداشت روان ما بهش میپردازیم اینه که وقتی که شخصی فوت شد، میگیم پشت سرش زیاد گریه زاری نکنید، عکسش که شخص که فوت شده رو میگیم قاب نکنین، تاخچه کنین، بذارین رو تاخچه، بزنین به دیوار. همیشه وقتی این موضوع رو میگم، بعدش تعریف میکنم که یه بار ما کلاس حضوری رفته بودیم، ما کیوان خونه یکی از دوستان، از در رفتیم تو یک عکس دخترشون که تازه فوت شده بود از سقف تا کف زمین، یادته؟ و خب این خیلی بده، این مانع میشه از اینکه کالبد ذهنی شخص فوت شده مسیرش رو به سمت الهه راجع اون بره. یا اینکه وسایلشون رو میگیم که نیاز نیست استفاده بکنیم و صدا زدنشون و بیتابی، اینا باعث میشه که اونا رفتن براشون به زندگی بعدی سخت‌تر بشه. و یه حل دوز حلقای تنبخی، یه حل برم هستش که کمک میکنه به اونا که بتونن وارد مرحله بعد بشن. موضوع اون چیزی که ما میخوایم در واقع بهش بپردازیم، همه ما اینا رو میدونیم، چیزای جدیدی نیستش، غیر از اون دوستانی که تازه اومدن و تازه با این مسائل، با این مباحث آشنا شدن. خب اونا اعتراض ندارن که باید بیان سر کلاس و اونجا اطلاعات کامل رو بگیرن. اما نکته اصلی، اون چیزی که ما بهش اشاره کردیم و بهش میخوایم بپردازیم، بحث بهداشت ذهن و روان به چه موضوعی میخواد بپردازه؟ میخواد به این نکته بپردازه که همه شما تشعشع دفاعی میشینید، حلقه تشعشع دفاعی رو میشینید همتون، درسته؟ خب موضوعی که اینجا هست این که ما همینطوری داریم راه میریم تخلف میکنیم، ما همینطور در حال تخلف کردن هستیم، میریم میایم و کدوم ماست که حد که حرمت نکنه؟ کدوم ماست که اون مسئله در حقیقت غیبت نکنه؟ کدوم ماست که یک نگاه تحقیرآمیز به هر ذره از ذرات هستی رو رعایت نکنه؟ یعنی در واقع رعایت کنه به صورت مداوم. ما همینطوری داریم به همدیگه نگاه های تحقیرآمیز و لو لول میندازیم، اونو نگاه کن، مثلا کارتون خوابه، اون یکی نمیدونم اینطوریه، اون، یعنی دائم در یک قضاوتی هستیم و این قضاوت به صورت مدام باعث بروز آلودگی ها میشه در ما. این موضوعیه که واقعا نمیشه این رو انکار کنیم. بحث بهداشت ذهن و روان میخواد به این موضوع بپردازه که ما تا کی باید حلقه های تشعشع دفاعی رو بشینیم و حلقه های دیگر رو. بهداشت ذهن و روان میخواد به این موضوع توجه کنه که ما به یک سطحی از در واقع مراعات و در حقیقت رعایت بهداشت روانی و ذهنی برسیم که دیگه آلودگی جدید نداشته باشیم. یعنی شما فرض فرمایید الان توی ارتباط میشینید، یه عالمه مثلا خروج دارید، خب دوباره فرداش پس فرداش دوباره همینطوره هی ورود داریم، هی خروج، هی ورود، هی خروج. بحث بهداشت روان و ذهن در واقع اون چیزی که مورد نظر ماست، یعنی نقطه نظری که ما بهش پرداختیم، از این زاویه هستش که به یک سطحی از تششعات شعوری برسیم
که دیگه ورودی جدید نداشته باشیم و دیگه آلودگی جدید نداریم. تازه آلودگی غیر ارگانیک یک مورد، یک نمونه از آلودگی هایی هستش که یک نمونه از مواردی هستش که میتونه برای ما مشکل ساز بشه در اثر عدم رعایت به بهداشت ذهن و روان و از غیر ارگانیک. حالا ما اگه وارد مثلا موضوعات مثلا موضوع بیماری روان تنی بشیم، میبینیم از نقطه نظر بیماری روان تنی چقدر ما درگیری های جور و جوری میتونیم داشته باشیم. بیماری های خود ایمنی مثلا یک کدومش بیماری خود ایمنی هست، مباحث دیگه که الان شما اگر یک بررسی ضمنی کنید میبینید اکثر افراد مشکلات گوارشی دارن یا مشکلاتی دارن که وقتی ارجاع پیدا میکنن به پزشکشون میگن که طب رایج در واقع معتقده که اینها مشکلات عصبی هستن. و وقتی به شما میگه که فرض بفرمایید که شما آدم عصبی هستی و این مشکل مثلا این دردی که شما دارید درد عصبی شما، یه خودی که فکر میکنید نمیدونید چه جوابی باید به این دکتر بدید، بلکه برعکس این ماجرا، یعنی شما اتفاقا خیلی آدم خونسردی هست. اکثر اونایی که بیماری روان تنی دارن اتفاقا آدم های خونسردی هستن. نه هنوز یک ساعت و نیم فیکس. نه. خب پس در رابطه با بیماری های روان تنی، مشکلات در واقع بیماری روان تنی یا سایکوسوماتیک، این روان هست که تحت فشار قرار میگیره و بلافاصله در یک روندی جسم رو هم درگیر میکنه. مثلا در مورد زخم معده، هلیکوباکتری یک باکتری هست که در معده همه هست، در همه هست، در بدن همه ما، در معده همه افراد هست. شاید بیشتر از 97-98% افراد این باکتری رو دارن، شاید 99%، شاید 100%، یعنی یک درصد خیلی زیادی. اما چرا همین باکتری در یک گروهی از افراد ایجاد، یعنی در معده اونها، در سیستم گوارشی اونها ایجاد زخم میکنه و ایجاد مشکل میکنه؟ به خاطر اینکه سیستم عصبی اون فرد ضعیف میشه، سیستم عصبی میکنم، سیستم دفاعی، سیستم ایمنی و سیستم دفاعی، نه سیستم عصبی، سیستم دفاعی و سیستم ایمنی فرد ضعیف میشه و این فرصت و این فرجه داده میشه به اون باکتری تا شروع به فعالیت کنه. پس این از نقطه نظر بیماری های روانتنی. حالا وارد بیماری روانتنی بشیم، جلسه آینده میبینیم که اونجا یک عالمه مشکلات ما در واقع در انتظار ماست. حالا ما این جلسه میخواستیم به صورت مشخص فقط بپردازیم به آلودگی غیر ارگانیک. خب میخواییم در مورد دلایل آلودگی غیر ارگانیک صحبت کنیم. شما میخواید یه توضیح بدید چرا ما آلوده میشیم؟ یه راجع به این صحبت کنیم که چه دلایلی باعث آلودگی میشه؟ دلایل تسخیر انسان، قرار داشتن در فاز منفی که باش اول صحبت کردیم، عصبانیت، ترس، تهمت، قضاوت، حتی که حرمت هر جزئی از اجزای هستی، هم این همین یک جمله خودش ساعتها در موردش میشه. هر جزئی از اجزای هستی، یعنی من، یعنی تو، یعنی اون شخصی که براش کاریکاتور میکشن یا
بهش میگن قول چراغ جادو، برای لقب میذارن یا فامیلیشو تغییر میدن. اینا همه یک جزئی از اجزای هستی هستن، تجلی الهی هستن، مچولا هستن. شما وقتی که اونا رو زیر سوال میبرین، اجزای هستی رو از اونجایی که وجه الله هستن یا تجلی الهی هستن، انگار که دارین هستی و خدا رو زیر سوال میبرین. عدم دیدن وحدت و یک پارچگی جهان هستی. باز دوباره اینه که تجلیات الهی رو نبینید، که صاحب تجلیات الهی، صاحب تجلیات رو هم نبینید. دیگه در مورد عدم دیدن وحدت، باز این هم خیلی در موردش صحبت میشه کرد. من یه جوری تنظیم میکنیم که حوصله دوستانی که فقط برای آسنای اومدن در موضوعات روز مجموعه رو نمیدونم حوصلتون سر نه. مورد بعدی دوباره ایجاد تباهی و جلوگیری از شکوفایی هر جزی از تجلیات الهی. ببینین وقتی که ما میگیم اینایی که اینها لشکریان شیطان هستند، اینها سربازه شبکه منفی هستند و میگن نه شما خودتونین، بلاک ریپورت میشه چی؟ وقتی شما یه نفر رو بلاک میکنی، ریپورت میکنی، جلوی شکوفاییشو میگیری. ما این همه جلسه قبل راجع به مسئله خط صحبت کردیم که گفتیم ما نمیایم اون خط رو کوتاه‌تر کنیم، خودمون رو، خط خودمون رو بلندتر میکنیم. ولی کسایی که نمیخوان بقیه حرف حقشون رو بشنون و نمیخوان شکوفایی بقیه اتفاق بیفته، میان ایجاد تباهی میکنن جلوی شکوفایی رو میگن. اینا خیلی مسائل مهمی توی اصول عرفان حلقه هم اومده تو اساسنامه. ایجاد فساد، باز این خودش منظور فساد فقط اون مسئله فسق و فجور و این که توی جمهوری اسلامی به خورد ما دادن نیست. جنگ مغرضانه و هدفمند با وحدت جهان بالا و با پایین، جنگ با خدا، داشتن هر گونه تشعشع منفی، استفاده از مواد مخدر، استفاده آگاهانه از موجودات غیر ارگانیک و مسئله دعا و رحمالی و اینا که ما بهش میپردازیم. اینو من فقط توی پرانتز بگم که تمام دعاهایی که افراد از رحمال ها میگیرن، همه، چه برای سلامتی گرفتید، چه برای موفقیت یه نفر گرفتید، همه اینها به وسیله یک نوعی از ویروس های غیر ارگانیک انجام میشه. اینها انواعشون و ما دعایی که بریم از رمال بگیریم دعای خوب نداریم. هر مسئله تلسم و تلسمان پیش میاد، انواع موجودات غیر ارگانیک، و همین الان بهتره که هرچی که توی خونه داریم همه رو بریزیم. استفاده آگاهانه، بسات فال و فالگیری و اینها هم یک مورد از اینا میتونه باشه. من چند تا مورد خیلی مهم رو میخوام بگم تا وقت تموم نشده. اون که با صحبت میکرد اینجا من یادداشت کردم یادم نره. یکی این که دوره تشعشع دفاعی یه دوره ای که سوگند نامه داره و افراد سوگند میخورن در قبال. یعنی من میخواستم راجع به همین یه صحبت بکنم، چون ما خیلی با شمال هم شما توضیح میدید، به خاطر اینه که اینو میخواستم حتما بگیم، به خاطر اینکه این مباحث دوره تشعشع دفاعی هست و ما مجبوریم خیلی در واقع با احتیاط راجع به اینو صحبت کنیم. خیلی ممنون. با حوصله باید بترجمه. در مورد مسئله سوگندنامه که هفته دیگه من سوگندنامه رو میارم، بنداشو میخونیم. الان چون وقت نیست، فقط میخوام رد بشم در قبال حفاظایی که به ما میدن. ما سوگندی که یاد میکنیم، مسئله اجازه گرفتن، مسئله مورد بازیچه قرار ندادن
تشعشع دفاعی، بازارگرمی، معرکه گیری، اینها مواردیه که در سوگندنامه بهش اشاره شده که ما نباید اصلا از تشعشع دفاعی و موضوع تشعشع دفاعی برای معرکه گیری و نمایش دادن خودمون استفاده کنیم. ببینید موجودات غیر ارگانیک دوره تشعشع دفاعی یکی از دوره های عرفان حلق است. هزاران مطلب، موضوع، آموزه توی این عرفان هست. این فقط یک دونشه، همش نیست. یک سری ها هستن عرفان حلق رو خلاصه میدونن به تشعشع دفاعی و با اطلاعات غلط و غلط، که خیلی هاتون روز اول اومدین کلاس فکر میکردین که اومدین دنبال اینجور مسائل اومده بودین، نمیدونستین که اینجا برعکسش، آگاه شدین و فهمیدین چرا نباید استفاده کنیم از اینجور مسائل. در مورد حفاظ و اینکه ما چه حفاظ رو در چه صورت از دست میدیم، من هفته دیگه مفصل حرف میزنم. فقط این مسئله که اینجا یادداشت کردم که میخوام با تاکید زیاد صحبت بکنم، ما به هیچ وجه اجازه نداریم به کسی بگیم تو آلوده ای. این که الان آشنایی یه مقدار پیدا بکنیم یا بریم ترم پایینی هستیم سرک بکشیم، یا حتی مربیان عزیز که مطمئنم که توی این جمع نیستن ولی حتما شما هم شنیدید که به این میگن که تو آلوده ای، ما اصلا نه به کسی میگیم تو آلوده ای، نه دستگاه تشخیص میزان آلودگی دیگران هستیم. البته که یه افرادی مثل خانم بهارین عسکری از همون اول اومدن تو عرفان حلقه دنبال این بودن که یه دستگاه اختراع بکنن که ویروس های غیر ارگانیک باهاش دید، که رفرنسش توی کانال هست، ولی دقیقا برعکس اینه و ما اصلا به ما ربطی نداره کسی آلوده است یا نه. از همینجا نشون میده از اول اینا دنبال چی بودن. پس ما اجازه نداریم به کسی بگیم تو آلوده ای. چیزی که به وفور دیده میشه توی صحبت های که در وبینار ها میبینید و اطلاعیه ها، تو آلوده ای، تو الی، تو ولی، اجازه نداریم بگیم. از فردا را نمیفتیم ببینیم یک کسی اگر یه مقدار مثلا درد تو بدنش جا به جا میشه، یکی از این مشکلاتی که نام بردیم و داره، بگیم تو آلوده ای. بعدم افراد رو یک جوری بترسونیم که فکر کنن چیزی داخلشونه که دیگه ای وای الان چیکار بکنیم. این مسئله خیلی مهمه. شما دستگاه تشخیص میزان آلودگی بقیه نیستید، به ما هم ربطی نداره که به این بگیم تو آلوده ای، تو آلوده ای، تو آلوده نیستی. این خیلی مسئله مهمیه چون خیلی باب بوده توی مجموعه. مورد مهم بعدی که یادداشت کردم، ما نباید همه چی رو به تشعشع دفاعی ربط بدیم. دوستان اینا خیلی مهمه، اینکه همه چی رو نباید به تشعشع دفاعی ربط بدیم. هر موردی که اتفاق میفته، یه سری ها میگن که مسئله ویروسه یا مسئله تلسمه یا مسئله بستگیه. ببینین عزیزای من، همه مشکلات آدم ها ربط به مسئله تشعشع دفاعی نداره. مشکلات روزانه، مسائل زندگی عادی ما ربطی به تشعشع دفاعی نداره. اینکه الان مثلا ما این لایو رو دیدیم یا دوره دفاعی می‌زنیم، فردا رفتیم توی خیابون یه اتفاقی افتاد، یا اتفاقای روزانه که میفته هیچ ربطی به تشعشع دفاعی نداره. مسائل عادی زندگی روزانه ما، اینا به صورت رندوم برای همه اتفاق میفته. ما نمیتونیم همه چی رو ربط بدیم به تشعشع دفاعی. یا اینکه میان میگن که ما چند سال پیش گذروندیم، خیلی هم تشعشع دفاعی نشستیم ولی هنوز مشکل معده‌ام رفع نشده، چی کار کنم؟ بابا شما مشکل معده داری ربط پیدا میکنه به حلقه های ترم دو، یعنی وقتی که پیگیری میکنیم میبینی یک، رو بقیه اصلا درمان انجام نداده، دو اینکه اصلا حلقه های ترم دو رو ننشسته. خیلی ها هستن از کسایی که مربی ها، کسایی که دوره ها رو گذروندن، هر مسئله که بیرون ریزی ترم دو هست یا ربط پیدا میکنه به بیماری ترم دو، ربط میدن به تشعشع دفاعی. حتی ما
داریم شاگردا که میان ترم دو میرسن یه سری گزارش ها میدن به معرفشون، معرفاتون سریع تز میدن میگن دفاعی بشید، که ما برای همین میگیم معرفاتون بزن کنار با کلاس پیش برین. همه چی ربط به تشعشع دفاعی نداره، خیلی چیزا هستش که ربط به این مسائل دیگه داره. ما نمیتونیم همه چی رو ربط بدیم به تشعشع دفاعی. برای اینکه بتونیم یه موضوعی رو ربط بدیم به تشعشع دفاعی نیاز داره که ما از شخص گزارش کامل داشته باشیم، از کی این مشکلش به وجود اومده، چی شده که این مشکلش به وجود اومده و کم وقتی به وجود اومده، و بیشتر این که گزارش از افراد که گرفته میشه، من که مربی هستم اونجا میشه تشخیص بده که این به دفاعی رفت داره، وگرنه ما نمیتونیم همه چی رو رفت بدیم به دفاعی کلاس. و یه عده هستن میان کلاس ها رو از اون ور بوم میفتن، این خیلی بده، پاشون رو دیگه وسواس میگیره از خونه بیرون نذارن، دیگه مجلس خط نمیرن، میگن ما میریم فازه منفی. ما نیومدیم این عرفان حلقه که از آدم به دور بشیم، خودمون رو بکشیم کنار آدمای خاصی بدونیم. ما اومدیم تسهیلات داشته باشیم بتونیم با فاز مثبت، با اصلاح بینش، با تسهیلات بریم یه مجلس ختمی رو در فاز مثبت برگردیم، اونجا هم به بقیه کمک بکنیم. نیومدیم این که شما خودتو تو خونه حبس بکنی با هیچ گرفت آمد نکنی که ای وای من آلوده میشم، هیچ هنری نیست. هنر اینه که شما زندگی روزانتو بکنی، به بقیه هم کمک بکنی و بتونی این مسئله رو کنترل بکنی، مسئله که مسئله وسواس. و اینکه البته اینم باز خودش یه مسئله هست که تشعشع دفاعی مربوطه، قسمت القا که میرسید که به شخص ممکنه القا بشه. ما وقتی که آگاهی داشته باشیم و بینشمون اصلاح بشه و یه مقدار سواد کمال پیدا بکنیم، دانش کمال پیدا بکنیم، دیگه میتونیم تشخیص بدیم اینی که الان توی ذهن من میاد داره به من القا میشه، این ترسی که دلیل تشعشع دفاعی اومده داره به من القا میشه، یا نه مسئله دیگه است. پس اینکه آی ویروسش رو یکی به من سرایت داد، این شما هستی که نباید بری فاز منفی. بعدم اصلا اینجوری نیستش که سرایت داشته باشه، دلایل رو براتون خوندم، سر بقیه نباید بندازین، مسئولیت خودتون خودتون باید به عهده بگیرین، همه چی رو به دفاعی ربط ندین. عدم ارتباط مسائل زمینی به تشعشع دفاعی. چند تا مورد مهم دیگه هم هستش که به مرور یادم بیاد اینا رو میگم. اینا خیلی مسائل مهمیه و از مربیان عزیزم خواهش میکنم که توی کلاس ها یک سره اینا رو دوره دفاعی برای بچه ها شاگرد مرور بکنن. البته هرچند که یک سری هرچقدر تکرار میکنیم باز بعضی ها مسئله موضوعاتی مثل معرکه گیری و اینا رو دارن، ولی باید افراد بدونن که وقتی سوگند و من رو زیر پا میذارید شما حق حفاظ رو از دست میدید، و وقتی میرید رو بقیه کار میکنید، وقتی حفاظی وجود نداشته باشه جذب میکنید موجودات غیر رو، پس باید همیشه به بنده سوگندنامه وفادار بمونید. انقدر هم کار سختی نیست. این که شما سوء استفاده نکنی از تسهیلاتی که بهتون دادم. ببینم ساعت چنده به وقت. خب من 10 دقیقه مونده. بله. خب من اول یه سلام بدم استاد عزیزمون آقای ولیپور، خیلی خوش اومدید. قربون شما برم من. و همچنین دوستانی که تازه ما اضافه شدن، عرضم به خدمتتون که من چت کنار رو میخوندم، یکی از دوستان پرسیدن راجع به روح جمعی در همفازی کیهانی، در واقع همفازی کیهانی در روح جمعی خاص، اگر اشتباه نکنم خانم نازی پرسیدن. در حقیقت ما یه دوره 3 ساله 4 ساله، ببین اینجوری نیستش که ما هی حلقه فقط حلقه بگیریم، یعنی حلقه گرفتن کاری رو از پیش، این حلقه هم یه جایی باره رو، یعنی
نه اینکه باره، نه از این حلقه استفاده میکنیم، ولی اینجوری نیست که فکر کنیم حالا هر چقدر بیشتر حلقه داشته باشه. ما 3-4 سال حلقه همفازی کیهانی در روح جمعی رو، در روح جمعی خاص رو کار کردیم، ولی خب این از تبعات اجازه بدید اسخای الان من قطع میکنم بعد شما بفرمایید ببخشید. اینا از افاضات این پروژه تورنتوه و خب ما اینو نمیدونستیم و نمیدونستیم که پشت این ماجرا این داستان شبکه منفیه و نمیدونستیم که اون کسی که ما داریم به عنوان رهبر به عنوان راهنما انتخاب کردیمش و پشتش را افتادیم، نمیدونستیم اصلا خودش دستش تو دست شبکه منفیه. بنابراین ما این اشتباه رو کردیم. جواب شما منفیه، یعنی ما چیزی تحت این عنوان نداریم. در آموزه های دهه 80 ما چیزی تحت عنوان همفازی کیهانی در روح جمعی نداریم. من اینو فقط میخواستم بگم. بفرمایید شما. همون موقع که یکی از دوستان نوشتن توی چیز توی چت، من میخواستم بگم ببینید که این من هی میخوام وارد حاشیه نشم، ولی یه جوری گره خورده این مسائل به زندگی ما، به همه چی نمیشه. اصلا حاشیه که نیست، اسمش اصله، متن. جواب رتب و صریح شما همفازی کیهانی در روح جمعی نداره. به دوستانی که تا حالا داده بودین لطفا دیگه اعلام نکنین، استفاده نکنین. ما الان از 20 حلقه ترم دو برداشتیم و دیگه در ترم دو نمیدیم. برگردیم به لایوهای قبل، گفتیم ما طبق آموزه های دهه 80 پیش میریم. هر چی که دهه 80 بوده هست، هر چی که نبوده نیست. تمام رفرنس های همفازی کیهانی در روح جمعی هم همه رو من از تو کانال جمع کردم، همه رو از تو کانال اصلی گنجینه من جمع کردم. این چیزی بود که موقع کرونا ایشون دادن، ما هم که طبق مرکزیت و از اینجور چیزا پیش میرفتیم و نمیدونستیم قضیه از چه قراره. ما هم خودمون هم اعلام کردیم، به بچه همون هم دادیم. ولی الان نه من خودم استفاده میکنم، نه کیوان استفاده میکنه و نه به کسایی که وارد ترم دو میشن. ما اینو میدیم اصلا از داخل لیست حلقه ها. من دادم کادر آموزشی اینجوری پاک کردن علنا و همچین چیزی نداریم. طبق آموزه های دهه 80 ما درس میدیم. اگر که اون موقع گفتیم داریم، برای اینکه طبق آخرین درسنامه پیش میرفتیم و همیشه گفتم چه خوبه که اگر آدم اشتباهی میکنه انقدر شجاعت داشته باشه بیاد بگه من کردم، من اشتباه کردم، اینجوری شد، عذرخواهی میکنه. این هم البته که یک این که استاد طاهری بخوان سر یه مجموعه اشتباه بکنه یا من مربی سامی آیلا بهسام بخوام سر این همه شاگرده گنجینه اشتباه بکنه، یا شما که دوتا شاگرد داری این کار رو انجام بدی، یا کسی که داره خودش اعلام میکنه، مشخصا که تبعاتش فرق میکنه. هر کی تو جایگاهی که هست مسئولیت خودش رو داره و دیگه اون خودش میدونه با مسئولیت خودش. یعنی اینجوری نیست که بگم ببخشید من نمیدونستم، ما اون موقع نمیدونستیم اینجوری و اونجوری. نه، این اشتباهی بوده که ما اون موقع کردیم و از روی عشق، از روی علاقه، از روی دوست داشتن تمام صحبت های بعد کار درستی میکنیم. الان ما بر اساس درسنامه جدید درس نمیدیم، بر اساس درسنامه قدیم درس میدیم که اسمش هم قدیم نیست. آموزه های دهه 80 اصل موضوع قدیم و جدید نداره، اصل مطلب
اون عرفان واقعی تو آموزهای دهه 80 اونو میخوان از ما بگیرن، جنگ سر اونه، اونو میخوان ببرن یه به چیزی به اسم جدید بیارن بدن به ما. لایوهای قبلی رو مشاهده کنید، راجبش همش صحبت کردیم، برای همین حلقه رو لطفا استفاده دیگه نکنید، اگر که مربیتونم سر کلاس نگفته یا ما نگفتیم به خاطر اینکه موقعیتش پیش نیومده، ولی به فارغ التحصیلامون گفتیم و همینجا دارم میگم. من نمیگم هست یا نیست، من که نمیدونم، ولی آموزه های دهه 80 رو با سلول به سلول بدنم زندگی کردم، عمل کردم، درس دادم، بررسی کردم، روی اون میتونم پیش برم. و ما نمیگم برمیگردیم روی آموزه های هر دهه 80، ما خودمون رو روی اون آموزه ها حفظ میکنیم، چون ما اینو فهمیدیم که اصلا دعوا سر اینه و اینا میخوان که این از بین بره. حتی خودشون علنا میگن که آقا برید برید برید، نمیخوایم شما رو برید. ما بریم یعنی چی؟ یعنی آموزه های دهه 80 میخوایم که نباشه. باز حالا میگم صحبت این شد چون یه چیزی هستش که باید واضح گفته بشه. من اصلا از این کارای مدل بعد آزادی ایشون که نمیخوام حالا کلمه بعد استفاده بکنم، این که یه چیز رو دو پهلو جواب بده تکلیفش رو هوا بمونه معلوم نشه چی بشه، خیلی بدم میاد، چون خودمون یه عمر اسیر این بودیم. استاد آزاد شه، استاد آزاد، چون اینو بگن اینو بگم بعدش هم دوباره. الان میدونید من 15 ساله توی همون یه قسمت که حیوونا الیه راجعون ندارن تا یه قسمتی میان بقیهش نیستن، توی همون موندم، بقیهش رو میخوام بدونم که اون بقیهش چرا نیستن، فلسفه وجودیشون چیه، چرا به وجود اومدن، اینکه چیزی در هستی از بین نمیره، پس این حیوانایی که من داشتم مردن الان فلان میسن، اینا همینجور مونده و ویراج داده شده، گذاشته شده کنار، یه سری جا دو پهلو رفته شده. برای همین من چون بدم میاد از این کار، خیلی واضح و آشکار به شما جواب سوالتون رو دادم که استفاده نکنید، نداریم، ولی من نمیدونم هست یا نه. ما نمیخوایم چیزایی که برای بعد از آزادی بوده استفاده بکنیم، چون که معتقدیم که خب این یه پروژه است و اگر میخواید اطلاعات بیشتر در این باره داشته باشین لطفا برگردیم به لایوهای قبلی، لایوهایی که ما با مربیان دیگه داشتیم، مفصل در موردش صحبت شده. من خودم یه جلسه با استاد ولی پور 4 ساعت دوتایی ما لایو داشتیم. اگه دوست داشتین اینجور چیزا رو میتونین بریم ببینین. ما گفتیم که بیشتر آموزه بدیم، با آموزه ها بریم جلو. اینکه همه اینها هم تو این سالا هزاران بار گفته شده توسط آقای ولی پور بقیه مربی هم. من همینجا خداحافظی میکنم، مایک رو میدم به کیوان. خیلی ممنونم، مرسی که اومدیم، خیلی دوستتون دارم، دستتون رو صمیمانه میفشارم و تنها هدف و هدفم از وقتی وارد عرفان شدم هدفم خودم بودم، مثل همه برای بیماری های خودم درمان بشه وارد شدم، ولی وقتی که برای درس دادم بود فقط به عشق بقیه، آگاهی دادن به بقیه، این مسیر ما پا گذاشتیم و این همین مسیر من و کیوان با هم دیگه توی عرفان آشنا شدیم، جفتمون مربی بودیم، آشنا شدیم، اینا هم توی جلسات قبل گفتم و ازدواج کردیم و زندگیمون هم روی همین میدو جل. اگر اینجا هم الان هستم همش برای این موضوعه، برای اینکه هم آگاهی بدم، هم این امانت رو به سلامت بدم دست بقیه. و اگر من 1% هدفم طرح خود یا نمایش دادن خود بود، مسلما شما تا حالا متوجه شده بودید و روز به روز ما بینندگانمون بیشتر نمیشد. ممنونم از اینکه ما رو همراهی میکنید و کانال تلگراممون رو لطفا داشته باشید. اگر یک روز اومدید در یوتیوب دیدید که وجود نداره اینجا چیزی به اسم گنجینه کیهانی،
بدونید که ریپورتی که کردن عمل کرده و ما تو پلتفرم های دیگه هستیم، ولی خبر بعد این که ما هستیم خدمت اونایی که دوست ندارم خیلی اصرار دارم ما بریم، ما هستیم با تمام قوا انشاءالله با همراهی شما یاری خدا من. خیلی ممنون، مرسی، وقتتون بخیر. خیلی ممنونم، متشکرم از توضیحات کامل و جامعی که آیلا داد. واقعا خیلی ممنونم، همه چیز دقیق و درست گفت. بیشتر از این مزاحمتون نمیشم، همتون رو به خدا میسپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار. لطفا موقعی که لایو بستیم یه کامنتون پایین بذارید برامون. ببخشید من میخواستم بگم درخواست تبلیغ میگن که تا توی لایو برای ما درخواستمون رو بذاریم، یه دو سه دقیقه ما صبر میکنیم لایو رو میبندیم. توی چت درخواست طلب خیرتون رو برای خودتون و بقیه یا موضوعی مورد نظر بفرستید، یادم رفت بگم، تا بعدش ما میبندیم لایو تا بقیه نظر کنند. شما من صحبت دیگه ای ندارم، فقط همین ادامه مطالبمون در واقع راجب بهداشت ذهن و روان برای هفته آینده. امیدوارم اگر که کانال ما پابرجا بمونه هستیم در مورد بیماری روان تنی و نقش اون در بهداشت ذهن و روان توضیح خواهیم داد. خب زنده باشید، همتون به خدا میسپارم، خدا نگهدار.